خط خبرها سقوط هواپیما در اطراف فرودگاه آزادی کرج. توقیف 32 کشتی خارجی در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران. اتحاد 47 کشور در سازمان ملل بر علیه ایران. خط فقر در ایران 10 میلیون تومان شد. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. سقوط هواپیما در اطراف فرودگاه آزادی کرج. رئیس مرکزیت فوریت‌های پزشکی استان البرز از سقوط یک فروند هواپیمای تک موتوره در اطراف فرودگاه آزادی نظرآباد از توابع کرج خبر داد. مهداد بابایی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز عنوان کرد ساعت 8:08 صبح جمعه 25 سپتامبر سقوط یک فروند هواپیمای تک موتوره در فرودگاه احمدآباد نظرآباد به اورژانس البرز اعلام شد. او افزود بلافاصله دو دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس البرز به محل حادثه اعزام شد. بابایی گفت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس برای مصدومان انجام گرفت. او افزود با توجه به شدت جراحات وارده برای انتقال هرچه سریع‌تر مصدومان که دو نفر آنها آقا بودند توسط بالگرد به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه بدون شرح جزئیات گفت 23 کشتی خارجی در توقیف ایران است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید 23 کشتی خارجی در توقیف ماست. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف 23 کشتی خارجی توسط نیروهای نظامی ایران خبر داد. آقای تنگسیری که در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تلویزیون ایران شرکت کرده بود، جزئیات بیشتری درباره مالکیت این کشتی‌ها و محموله آنها نداد و تنها به این نکته اکتفا کرد که توقیف این کشتی‌ها برای مبارزه با قاچاق بوده است. همزمان با دور جدید تشدید تنش‌های ایران و آمریکا، خبرها از توقیف چند نفتکش در این منطقه در سال گذشته حکایت داشت. فرمانده نیروی دریایی سپاه در این گفتگوی خبری در خصوص رهگیری روزهای گذشته ناو گروه آمریکایی توسط پهپادهای سپاه گفت آمریکایی‌ها قریب به 10 ماه در خلیج فارس حضور نداشتند و این کاروانی که جمعه 28 شهریور وارد شد پس از 10 ماه بود و بعد از اینکه این ناو هواپیما برآمد 3 فروند شناور رزمی آن را اسکورت می‌کردند. آقای تنگسیری در ادامه گفت ناو هواپیما بر تمامی رادارهایش روشن بود و 3 فروند بالگرد به پرواز درآورد و 1 فروند هم آماده پرواز داشت. ما این شناورها را رصد کردیم و با ما همکاری کردند و در محل ایستایی اینها روبروی اصلوی آنها را رصد سطحی کردیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین با اشاره به الحاق پهپادهای جدید به نیروی تحت امرش از راه اندازی گروه 5 پهپادی در منطقه 3 دریایی خبر داد. او در خصوص مشخصات این پهپادها گفت که آنها جنگنده و عمود پرواز و قادر به حمل بمب‌های لیزری هستند و می‌توانند 1500 کیلومتر برد پروازی داشته باشند. آقای تنگسیری همچنین گفت که نیروی دریایی سپاه در آینده نزدیک به شناورهای اقیانوس پیمای 65 کتری با قابلیت حمل بالگرد و شناورهای با سرعت 94 نات و موشک‌انداز با فورس 4 مجهز می‌شوند. 47 کشور نقض آزادی‌ها در ایران را محکوم و از شجاعت مدافعان حقوق بشر ستایش کردند. نماینده آلمان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه مشترک 47 کشور را در محکومیت نقض آزادی‌ها و در حمایت از شجاعت مدافعان حقوق بشر در ایران را خواند. در این بیانیه از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع و همچنین موارد معتبر گزارش شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه انتقاد شده است. کشورهایی که این بیانیه را امضا کردند میگویند ایران باید اجازه تحقیقاتی مستقل و شفاف را درباره استفاده نامتناسب از زور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز
بدهد و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند. ایران سالهاست که اجازه نمی‌دهد گزارشگران ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر به این کشور سفر کنند. نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقادات مطرح شده را رد کرد. شماره کسانی که سالانه در ایران اعدام می شوند از همه کشورهای جهان به غیر از چین بالاتر است و روند محاکمه بسیاری از اعدام شدگان با ابهام‌های زیادی روبرو است که مورد نوید افکاری آخرین نمونه آن است که در بیانیه آلمان و دیگر کشورها محکوم شده است. ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس قوه قضاییه ایران است در سال 1367 عضو هیئتی بود که به دستور آیت الله خمینی برای اعدام دست جمعی و مخفیانه زندانیان سیاسی تصمیم گرفت. استفاده از شکنجه و واداشتن بازداشت شدگان به اعترافات خلاف واقع علیه خود نیز یکی از روندهایی است که گزارش‌های موثق از وقوع آن در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. در ایران زنان حقوق قانونی برابری با مردان ندارند و گروه‌های مذهبی و قومی نیز که در اکثریت نیستند با تبعیض‌های مواجه هستند. کشورهایی که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند گفتند شجاعت مدافعان حقوق بشر در ایران را می‌ستایند. آنها به خصوص از مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلای دادگستری ستایش کردند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. آنها در این حال گفتند مشکلات ایران در مهار شیوع ویروس کرونا را به رسمیت می‌شناسند. به جز این بیانیه مشترک، نمایندگان چند کشور دیگر نیز در شورای حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. علاوه بر ایران، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی، سوریه، یمن و اقدامات اسرائیل در نوار غزه از جمله مسائلی بود که کشورهای متعددی از آنها ابراز نگرانی کردند. نمایندگان کشورهایی که به دفعات به نقض حقوق بشر متهم شدند با مضمون مشابهی از استفاده ابزاری و سیاسی کردن حقوق بشر از طرف دیگر کشورها انتقاد کردند. نماینده ایران از جمله از برخورد گزینشی با حقوق بشر و آنچه او تلاش کشورهای غربی برای درس دادن به دیگران خواند انتقاد کرد. ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق فلسطینیان از طرف اسرائیل و همچنین از تبعیض نژادی در آمریکا انتقاد کرد. خط فقر در ایران 10 میلیون تومان شد. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان است گفت که بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان را ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید رضا امام قلی تبار روز جمعه 25 سپتامبر 2020 درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه‌های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چند سال اخیر آحاد جامعه و علل خصوص کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، افزایش فقر روبرو بودند که در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا به آن اضافه شده است. او در ادامه گفت این معضلات مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت شعاع قرار داده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسانده است. از طرفی در یکی دو ماه اخیر تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است که آنها را به طور فزاینده‌ای با چالش مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه‌های مسکنشان را نخواهد داد. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. این موضوع از این حیث مورد تاکید می باشد که بر اساس تعریف سازمان‌های جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می داند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید با توجه به برآورد حدود 10 میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه 3 میلیون تومان به راحتی می توان اثبات نمود که کارگران بیش از نیمی از جمعیت کشورمان در فقر مطلق به سر می برند. امام قلی تبار گفت با این حساب پرداخت‌های توأم با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت نام در کنار خرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزار دانش آموزان آن هم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد.
زیرا این فرایند تضادی آشکار با اصل 30 قانون اساسی کشورمان دارد که تأمین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم، به طور محسوسی بی‌تدبیری کسانی را می‌بینیم که بی هیچ پشتوانه‌ای و بدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه می‌نویسند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت در این شرایط خرید اقلام مورد نیاز یاد شده به طور متوسط به 6 الی 7 میلیون تومان منبع نیاز دارد که تأمین آن در شرایط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی به طور اقتصادی امکان پذیر نبوده و نیست، زیرا کسانی که در فقر مطلق به سر میبرند و حقوق دریافتی آنها در هفته اول هر ماه صرفا جهت پرداخت اجاره هزینه میگردد، تهیه اقلام فوق ولو به صورت اقتصادی معنایی ندارد. اخیرا مرکز آمار ایران وضعیت شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که نشان داد در 12 ماه منتهی به این ماه نرخ تورم به 26% رسیده که رشد 0.2% داشته است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد همراه شده و به 34.4% رسیده که بیانگر افزایش 4% نسبت به مرداد ماه است. تورم ماهانه نیست که نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در فاصله یک ماه است، افزایش داشته و با رشد 0.1% به 3.6% رسیده تا تورم شاخص ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد.